علیرضا فیروزجا، ما شانسی قهرمان نشدیم. اگر شانسی بود دوبار اتفاق نمی افتاد. این جواب علیرضا به صحبت طعنه‌آمیز آنیشگیری بود که در جریان اختتامیه مسابقات گفتش اونا شانس آوردن که قهرمان شدن، و علیرضا هم جوابش رو داد. قهرمانی علیرضا فیروزجا در مسابقه لیگ جهانی شطرنج یک افتخار دیگه به مجموع افتخارات علیرضا فیروزجا اضافه میشه. بازیکنی که تونست با تیم تریوینی کانتیننتال کینگز قهرمان رقابت ها بشه، عملکرد فوق العاده ای رو در میز آیکان، میز اصلی تیم داشت، میز یک رقابت ها، جایی که کارلسن، ناکامورا، آناند و خیلی های دیگه بودن. این تیم علیرضا کانتیننتال کینگز، یعنی پادشاهان قاره تریوینی، من هرچه از سرچ کردم ظاهرا میگم محل تلاقی سه رود مقدس یه اسم هندیه. حالا نمیدونم این مسابقات هم خب اسپانسرش تکماندریا بود، اونا هم هندی هستن، خب احتمالا حالا یه اسم بخصوصی هستش که من در همین حد اطلاع دارم ازش. و این تیم مربیگرش به عهده لوک وان ویلی بود، میز دوش آقای ویلی چینی، میز سه تیمور رجبوف، میز آخرش یعنی میز پرادیجیش جواد کیرسیندروف، و میز چهارشون الکساندرا کاستینیوک، و میز پنجشون والنتینا گونینا. همه اینا بازیکن قدرتمندی هستن، هم هر دوی اینها قهرمان بلیتس زنان دنیا شدن. حالا میخوایم بریم یکم از مسابقات، از بازی علیرضا فیروزجا براتون بگیم در دور پایانیش مقابل آنیشگیری، جو مسابقات چه اتفاقاتی افتاد. این سایت اصلی مسابقات هستش، نتایج رو حالا ما میتونیم ببینیم که علیرضا فیروزجا باخت دور آخر رو به آنیشگیری و ویی تونست بالاخره ببره از نودیر بک عبدالستاروف، شاخریار محمدیاروف تونست تیمور رو ببره، الکساندرا کاستینیوک و والنتینا گونینا تونستن در میز بانوان برای تیم علیرضا برد مهمی رو بیارن، و جواهر سینداروف هم مساوی کرد. اگر این دور رو تیم علیرضا میباخت باز به ترای بریک کشیده میشد و به دور بلیتس رقابت ها میرفت، همون اتفاقی که در سال قبل افتاد. همونطور که خدمتتون عرض کردم علیرضا فیروزجا اصلا دعوه قرار نبود این مسابقات بازی کنه و اومد در این مسابقات بازی کرد، جای یان نپومنیاشی رو گرفت که خب به این دلیل که حالا از کشور روسیه هستش ویزاهاشون اونا هم داره به مشکل میخوره. خبر بزرگ دیگه‌ای که براتون دارم اینه که حالا قبل از اینکه بریم، حالا علیرضا این تصویر رو هم گذاشته، هیچی ننوشته، فقط یه آتیشی گذاشته، حالا هم این چیزی که هودی که پوشیده آتیشی، هم اینکه خب تیمشون قهرمان شده. ولی خب خبر بزرگ دیگه این که WR Chess Masters لندن اعلام کرده که بیگ نیوز، اخبار بزرگ، علیرضا فیروزجا به عنوان جایگزین آندرای سیپنکو میشه در قهرمانی لندن، اساتید لندن که بازیکن بسیار قدرتمندی اینجا هم حضور دارن. و حالا میریم با هم دیگه میریم، علیرضا قرار از 14 اکتبر در این مسابقه هم بازی کنه، مسابقه ای که آرجون ریگایسی نودیر بک هستش، قرار نبود علیرضا باشه ولی الان اینجا هم هستش، آناند هستش، پراگ، دودا، واشیلاگرا، ویدی، جواهیر، سادواهانی و سادوانی، ویکتور بلوگان و حتی وستین توپالوف قهرمان سابق جهان، الکساندرا کاستینیوک هم اینجا هم حضور داره، خواهر چیزم هستش، یا حالا یه پرادیجی دیگه هم هستش. حالا نمیدونم همه اینها در یک جدول بازی میکنم، گمان نمیکنم، چون مثلا 2500 و 2400 و اینا رو فکر نمیکنم بیان توی جدول اصلی بازی کنن، شاید دوتا جدول و اینا باشه. ولی خب فرمت مسابقات هم جالب خواهد بود، اگه شروع شد خدمتتون حالا سعی میکنیم گزارشی رو داشته باشیم، البته حالا این مسابقات رو مطمئن نیستم بشه برسم بهش کامل. در هر صورت بریم بازی علیرضا رو با هم دیگه ببینیم که نمیدونم کجا گذاشتمش، فکر کنم اینجا. بازی رو سری میبینیم، علیرضا خب با مهره سیاه یکم مشکلش بیشتره، خب با سفید سعی میکنه که از شروع بازی بیاد بیرون. راستی اینم بگم که اون صبح راجع به صحبت آنیشگیری تا پایان ویدیو همراه باشین، بیشتر اونجا با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، حالا راجع به حواشی مسابقات چه اتفاقاتی افتاد هم من حالا بازی رو زنده میدیدم میتونم براتون یه سری اطلاعات رو بدم. کاروکان رو بازی کرده علیرضا، بیشتر به این جهت که خب بازی رو زنده نگه داره، نمیدونه در میزهای دیگه چه اتفاقی میفته، خب آپشن برد رو برای خودش نگه میداره و اینکه یه بازی پیچیده ای باشه. خب آنیش خب تدارکات فوق‌العاده زیادی رو داره و من فکر میکنم همه اینا تدارکه. 3-4 هم بازی میکنه، بعد فیل G6 اینجا آنیش حتی با این قربانی میتونست یک حمله بسیار بزرگی رو علیه شاه علیرضا
تدارک ببین افسری 6 داره میاد، ولی خب اینا کار خود علیرضا است، کار آرنیش نیستش. به هر جهت به وضعیت اوکی رسید در شروع بازی، ولی وضعیت بسیار سخت بازی کردنش. چرا؟ چون شاه سیاه در مرکز صف است، حتی اگه علیرضا باشی داره استری 6 میزنه، داره رخ 3 1 و رخ 2 رخ 1 و رخ 1 به خصوص داره میاد. رخ 3 8ش خوب بود، اما اینجا باید حتما میرفت به دنبال تعویض وزیرها، و البته اینجا با اسب 5 من تعویض وزیرها فکر کنم این شاخه بود، اینجا فیل در د 4 اگه میزد استر د 4 وزیر د 5 تعویض وزیرها و یه مساوی رو میتونست اینجا بگیره علیرضا. ولی میگم خب هم میخواد امکاناتش رو نگه داره، همین که والا شاید فکر کردیم خیلی خوب نیستش. اینجا جاییه که من روی این بازی صحبت دارم. بازم آقای علیرضا فیروز جا اینجا شروع میکنه به کارهای عجیب و غریب خودش، و اینجا خب 3 دقیقه اختلاف زمان هست، برای علیرضا چیز زیادی نیستش، ولی اینجا رو دقت کنید. سر این حرکت حدود 4 دقیقه و 30 ثانیه علیرضا فکر میکنه که واضحا غلط، خودش سر تکون میداد بعد از چند حرکت و هی کلا تا آخر بازی سر تکون میداد. یه بار ریپیت میشه، تکرار میکنه، ولی خب آنیش اینجا که میبینه علیرضا زمان خیلی زیادی رو از دست داده، اسب 5 شاید حالا بگیم میخواسته آنیش رو ترغیب کنه که به بازی کردن شاید، ولی الان شد 2 دقیقه و تقریبا 10 دقیقه کامل زمان عقبه و آنیش هم داشت ازش استفاده میکرد. خیلی خوب بازی کرد اینجاها رو علیرضا و تونست یه جورایی بازی رو نگه داره. اینجا حرکت فوق‌العاده وزیری 4 رو پیدا کرد، دو تا علامت تحسین رو میخواد. من چون که حالا اکانت پرمیومم رو از دست دادم دیگه ندارم این علامت ها رو الان، ولی خب رخ د ریویو نزدم. این رخ د 1 اگه میزد مات میشد در پایین، ولی خب رخ د 1 و حالا بازی ادامه پیدا میکنه. علیرضا اینجا 17 ثانیه وقت داره، حریفش 5 دقیقه. برنده میشه. خب حالا آنیش نمیخواست مساوی کنه و اینا، و علیرضا هم اینجا میتونست اگه وزیر در 6 رو میزد، وزیر در 6 رو خچ 7، یه احتمالی وجود داشت که این بازی مساوی بشه، ولی خب دیگه وقتش خیلی کم بود. خودش دیگه خلن داشت میخندید، خلن نه کلن داشت میخندید و اینجا بازی رو میبازه. دو تا از بازیایی که باخت، یعنی 3 بازی باخت فکر میکنم علیرضا در این تورنمنت، بذارید من اگر اشتباه نکنم 3 بازی باخته، 4، یکی به مگنس، یکی به هیکارو، 2 به آنیش. خب بازی هیکارو که روخو گذاشت و زد و تسلیم شد بعدش، یعنی بازی که حداقل مساوی بود برای علیرضا، توی تنگ زمانی اشتباه کرد. بازی مگنس بازی دوم که خیلی از لحاظ زمانی عقب افتاد، البته وضعش هم بد بود انصافا مقابل مگنس، اما مقابل آنیشگیری در هر دو بازی که باخته زمانش کمتر بوده، حتی اون بازی هم که بردش زمانش کمتر بود، و توی اولین بازی اینقدر تونتون بازی میکرد که رخش رو یه جا گذاشت، و وقتی شما مهره رو یه جا میذاری من باید اصلاح کنم، چون گفتم دست به مهره کرده، اشتباه تو ذهن خودم گفتمش، دست به مهره نکرده بود، رخش رو یه جا گذاشته بود، بعد سعی دستشو برداشت دوباره دستشو گذاشت. خب آنیش هم سعی ادعا کرد که بار اولم نبود، بار اولش انجام داد، آنیش ندید اون حرکت رو، بار دوم که انجام داد همین که تردید کرد آنیش فهمید، وگرنه احتمالاً اصلا نمیفهمید، و همین تردیده باعث شد که آنیش بفهمه، آنیش هم ادعا کرد و علیرضا باخت. این بازی هم که دیدیم حالا وضعش بد نبود، حالا این اواخر که مات شد، ولی خب وضعش آنچنان بد نبود، ولی خیلی فکر میکنه و این خیلی فکر کردن واقعا کار دستش داره میده. خیلی از بازیاش به همین دلیل بود، یعنی 4 بازی که باخت اگه زمان داشت اون آخراش میتونست حتی ببره، یعنی این بازی رو اگه آخراش زمان داشت میتونست ببره. البته حریفانش هم خب ریسک میکنن، اما در کل عملکرد خوبی رو از علیرضا دیدیم. 13 یکم عملکردش پایین اومد، کاش این دور آخر آنیش رو میبرد، ولی خب نبرد بازم به دلیل زمان. اما دم بقیه برای بچه های تیمگر، بازی عبدالستاروف خیلی فیلم بود، یعنی بازی که تنها بازی که ما فکر نمی کردیم در زمان پخش بازی تیم چیز ببازه، تیم حالا قبل از اینا، حالا اینجا که خیلی سیاه شانس های پیدا کرد، ولی عبدالستاروف یک کیش خیلی بد داد و بعد از اون اتفاقی که اگه این کیش رو نمی داد، خب رخه با تهدید نمی اومد اینجا بره اینجا، من رخو بذار دید و سفید هیچ راه پیشرفتی در این وضعیت نداره، فقط میتونه وایس، سیاه ببخشین، سیاه هیچ راه پیشرفتی نداره، رخه نمیتونه بیاد، بخوای بیای سه سه میزنه، اینو بزنی اونم میزنه، بازی مساوی میشه.
ولی عبدالستاروف خب یه کیش بد داد و با همین کیش بد بازی رو باخت و حالا وضعیت بازنده شد و وحشیومن بازی رو از عبدالستاروف بالاخره برد، جبران یکی از اون باختاش شد. شهریار برد تیمور رو، عملکرد خوبش رو خودش رو تکمیل کرد، 19 امتیاز. علیرضا یه لحظه ببینید من بذارم ببین، انیش که 16، علیرضا 26، علیرضا 26. خب حالا اینا که نودیربک 24، وی که 18، رجبوف 14، شهریار 25. علیرضا پس تا الان بهترین عمل کرد، شهریار دومین عمل کرد. الکساندرا کاستینیوک 26، مثل علیرضا 26 از 42، فوق العاده. دور آخر رو هم تونست ببره، زمان انداخت، قشنگ زمان انداخت، بازی مساوی بود، رفت برای زمان انداختن. اینجا حتی یه لحظه اگه دقت کنید تانژانگی 4 ثانیه وقت جلو بود، ولی سرعت اینجا یه لحظه، اینجا رو دقت کنید، توی این استر 36 ایشون 6 ثانیه برای این حرکت میذاره و بازی رو میبازه به همین دلیل. و بعدش دیگه تانژانگی نتونست مقاومت کنه و ساعت از نزدیک دستش بود، مهره رو اینور تکون میداد کاستینیوک و تونست این بازی رو ببره. آلینا کاشلینسکایا که خیلی خوب بازی کرد این مسابقات رو، این دور آخر رو، دو بازی آخر رو بد بازی کرد. والنتینا گونینا هم که تونست این دور آخر رو خوب بازی کنه، دوتا رو ببره. جواهر سینداروف هم 20 امتیاز، نیهایل سارین هم 26 امتیاز. سه تا بازی کنه 26 امتیازی در این رقابت ها داشتیم. علی رضا اگه بازی آخر رو می برد خب میشد 29 و اختلاف مینداخت، اما در هر سر از 3 تا 26 امتیازی داشتیم. چرا این رو دارم خدمتون عرض میکنم که برام جالب بود که خب اینم از استندینگز، نهایتا تیم تریونی کانتیننتال کینگز برنده مسابقات شدن، تیم علیرضا فیروز جان. و خیلی جالب بود برام که این جوایز رو از کجا دادن، برای چه دلیل. مثلا میل پلیر آف دی تورنمنت شد نیهایل سارین در میز 626 امتیاز. آه خوبه با علیرضا هم امتیاز شد اینا، ولی خب علیرضا در میز 1 بود، من نمیفهمم. حالا و خیلی از بردای تیمش مدیون اون بود، البته نیهایل هم واقعا خیلی خوب بود. اون یکی رو دیگه متوجه نمیشم که چرا آلینا کاشلینسکایا برنده شد، چون که کاستینیو قشنگ 26 رو گرفت. شاید به این دلیل که اون تیم قهرمان شده بود، معمولا خلاف اینه. مثلا میبینی که تیم قهرمان جام میشه بازیکنش هم معمولا بهترین بازیکن میشه، ولی اینجا خیلی جالب بود برام این تصمیم که چرا این تصمیم گرفته شده. حداقل حالا میزه نهایت سایه میگیم مساوی بود و اینو دیگه نمیفهمم، ایشون 22 امتیاز آورده، اوشون 26 امتیاز. حالا دلیل دیگری دارد رو من نمیدونم. خب یه چیز دیگه ها، آنیشگیری هم که حالا همه بازیکنان این تیم خوب پی بی جی آلاسکا نایتس وقتی که مسابقات تموم شد اومدن گفتن که خب اوکی ما روز آخر رو بد بازی کردیم و اونا روز آخر تیم قوی تری از ما بودن، ولی وقتی نوبت آنیشگیری رسید میگفت بد شانسی آوردیم، اونا خیلی شانس آوردن. البته خب همون میز که میگم وقت افتاد واقعا احتمالش بود که برگرده، یعنی خیلی هم احتمالش بود اگه اونجا زمانو استوب نمی‌کرد اون بازیکن خانم، مثلا 6 ثانیه اونجا از دست نمیداد، ولی گفت شانس آوردیم. بعدش نوبت مصاحبه علیرضا رسید، حالا با وجود اینکه فکر کنم علیرضا سال قبلم در این تیم نبوده بود، گفت تیم ما 2 سال قهرمان شده، پس شانسی در کار نیست، شانس برای چیزیه که یه بار اتفاق بیفته. و اینم از این حالا کلکلی کسیش. یه بار دیگه هم یادمه که آنیش همچین حرفی رو زده بود که علیرضا شانسی میبره، نمیدونم یه همچین چیزی، حالا مثلا وضعیت های بدتر میرسه. خب این حالا کاری به این ندارم که حالا ما علیرضا رو دوست داریم، یعنی این یه تفکر اشتباهه در شطرنج به نظر کلا، اینکه شما فرض کنی به همین دلیل هم است که بعضی رو پیشرفت نمیکنن. بعضی بازیکن فکر میکنن که به وضع بهتر برسن، خب اگه نبرن بد شانسیه، اگه ببرن خب اوکی، و حریفشون اگه ازشون ببره خوش شانس بوده. خیلی اینجوری فکر میکنن، مثلا فکر میکنن وضعیتشون خوبه باید ببرن. نه عزیز من، کی گفته؟ اصلا همه میدونن بردن بازی برنده کار هر کسی نیستش، به خصوص کار آنیشگیری نیستش. و این خیلی قضیه یه که باید توی، اگه حالا من کاری به کلکل و کریخونی ندارم، توی اگه میخواین شطرنجون درست بشه این رو اصلا ذهنتون بندازیم بیرون که من وضعیتم برنده بود باختم، یا تیمم وضعیتش برنده بود باختیم، پس ما بدشانس بودیم اونا خود. نه، این جزوی از شطرنجه.
من سیتی تا دقیقه 90 جلوی دو تا گل میخوره از رئال مادرید، بازی رو میبازه و تموم شد رفت کارش. یعنی به همین سادگی، یعنی اصلا خیلی این آیا شانسیه؟ خب اگه یه بار دو بار تکرار، یه بار تو کل تاریخ تکرارم بشه باز حالا نمیشه گوش گفت شانس. شانسی عنصریه، ولی اون عنصره برای چه کسی؟ یه بار مگنس کارلسن میگفت شما شانس وجود داره، ولی اونی که بیشترین تلاش رو میکنه بیشترین تعداد دفعات شانس رو پیدا میکنه. پس اینم هستش، اینم باید در نظر بگیریم. خواستم اینم خدمتتون عرض کنم. یک سری سوالات هم دوستان پرسیده بودین، یک سری درخواست ها داده بودین که من اگر برسم چشم سعی میکنم در پر انرژی ترین حالت زندگی خودم بیام ویدیوها رو درست کنم. شاید کل روز انقدر انرژی نذارم که در حین یک ویدیوی 10 دقیقه یورو بی میذارم و امروزم دوتا گذاشتم. امیدوارم که حالا مقبول باشه، ولی خب منم واقعیتش الان این همه مجموع این همه چیز رو نمیتونم الان درست کنم. حالا دوباره الان قهرمانی آمریکا هستش، هانس نیمان داره بازی میکنه، دو روز دیگه لندن شروع میشه، دوباره علیرضا بازی میکنه. برگزاری دوره اینها رو مگر بذاریم در قالب، یعنی شروع بازی اینها رو مگه بذاریم در قالب دوره که توی کانال یوتیوب نباشه؟ چون ویدیوهای آموزشی ما دارن کلا محو میشن و اصلا دیده نمیشن و فقط ویدیوهای روزه. حالا این از این. حالا اگر سوالی چیزی هم داشتین قابل جواب دادن بود برای من در کامنت جواب میدم، اگرم نه حالا بعدن یادم افتاد حتما جواب میدم در یه ویدئوی چیزی. خیلی ممنون که حمایت میکنین ما رو، تا آخر ویدئوها میایین خیلیاتون و این برای ما خیلی معنادار، واقعا برای ما خیلی مهمه. حمایت خودتون رو از ما دریغ نکنید و از شطرنج و زندگی هم لذت ببرید.